کابل کې د امنیتي ځواکونو له لورې د آریانا خصوصي تلویزیون د دوه خبریالانو نیونې پراخ غبرګونونه راپارولې. از خبر توقیف دو ژورنالیست آریانا نگران هستیم. حکومت باید کوشش کنه که فضای کاری رسانه ها به یک فضای ترس تبدیل نشه. نقش از اینا هست که بعضی وقت کمی ها و کاستی ها را رسانه ای بسازن. حکومت بهتر است که در پی اصلاح کمی ها و کاستی ها برایه و یک رسانه، یک محیط رسانه ای سالم در حقیقت به نفع حکومت است. داریانا تلویزیون د دوه خبریالانو وارث اسرت او اسلام حجاب د کورنۍ غړي دا کوي چې هغوی د دوشنبې په ورځ د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا نیول شوي او دوی تر اوسه په تړاو معلومات نه لري چې ولې نیول شوي او چیرته دي. ما برادر وارث اسرت هستم، ژورنالیست و خبرنگار شبکه جهانی رادیو تلویزیون آریانا. وارث اسرت گرداننده برنامه های سیاسی آریانا نیوز با همکارشان به روز دوشنبه بعد از ظهر به علت نامعلوم از طرف نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند و به یک جای نامعلوم انتقال داده شدند. ما هر قدر کوشش کردیم علت بازداشتشان را و امو جایی که انتقال داده شدند را پیدا کنیم، اما متاسفانه موفق نشدیم. دغه پیخی افغان خبریالان او د رسنۍ ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي او له حکومت نه یې د وارث او اسلام حجاب د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بر فعلا یگانه چالش و مشکلات صدرایشان است نبود مارکت و مشکلات اقتصادی است. یک تعداد از خبرنگارا به اساس بعضی مشکلات اقتصادی که دامنگیرشان است از فعالیتشان باز ماندند و ما امید به این داریم که امارت اسلامی زمینه فراهم بسازد تا تمام خبرنگارایی که قبلا فعالیت داشتن یا بعدا میخوان فعالیت کنند زمینه برای اینا فراهم شود که بتونن هم مشکلات اقتصادی خود رفع کنند و هم بتونن مصدر خدمت به جامعه شوند. بیشتر خبرنگاران کار خود را از دست دادن، رسانه متاسفانه با مشکلات بزرگ اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما هم د امنیتي ځواکونو لخوا د یادو خبریالانو نیونې باندې اندېښنه ښودلې. طالبان باید په عام محضر کې د آریانا نیوز خبریالانو د نیولو دلیل ووي او د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. موږ دغه راز له طالبانو د لا درکه شویو ښځینه فعالانو د ځای معلومولو او خوشي کولو غوښتنه تکراروو. د ژورنالیستانو سربیره د افغانستان رسنیو ملاتړ بنسټ هم د دغه عمل د اندېښنې وړ بللې ده او د یوې اعلامیې په خپرولو سره له امنیتي ادارو غوښتنې چې ژر تر ژره دی د وارث اسرت او اسلام حجاب د نیولو دلیل روښانه او هغوی له زندانه آزاد کړي. د دغه ټولو سربیره یو شمیر خبریالان له حکومت غواړي چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ وکړي. متاسفانه وضعیت حاکم در کشور باعث کرده ده که حتی خود خبرنگارا به خود سانسوری رو بیاره و در این حال اگر این روند ادامه پیدا بکنه در کشور چرخی اطلاع رسانی در افغانستان سکوت خواهد کرد. فرخنده محیبی هستم، خبرنگار. با شوریدن بازداشت دو همکار رسانه‌ای ما تمام خبرنگاران در یک شوک قرار گرفتن. ما واقعا نگران هستیم از اینکه اونا کجا هستن و سرنوشتشان بالاخره چه خواهد شد و همچنان مسئولان هم در این مورد هیچ چیزی نمیگن. ما امیدوار هستیم که اونا به زودترین فرصت رها شوند و معلوم شوند که کجا هستن و چه دلیلی بازداشت شدن. د اسلامي امارت امنیتي ادارو تر اوسه د آریانا نیوز د دو خبریالانو د نیولو په تړاو سندي ویلي، خو له دې مخکې پرله پسې ادعا کړې چې خبریالان باید د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سالم ډول رسنیز فعالیت ولري او دوی د رسنیو او خبریالانو کار او ازادي ته ژمن دي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې یاد خبریالان سملاسي له قید او شرط پرته خوشي کړي.